اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هیچ شک و تردیدی نیست که دنیا و آخرت قابل مقایسه با هم دیگر نیست و کاملا دو نوع زندگی متفاوت که هیچ اصلا نمیتونه انسان اینها رو یکی به یکی دیگه قیاس بکنه. وقتی شما در قرآن مراجعه کنید، واژه دنیا یا واژه آخرت با کرات و مرات در قرآن تکرار شده و میبینید و تأکید قرآن روی ایست که والآخرة خیر و ابقا، یعنی دو تا ویژگی خاصه که همیشه برتری آخرت را الله در قرآن نسبت به دنیا بیان کرده. یکی ایست که تأکید قرآن برای است که میگه آخرت بهتر است نسبت به دنیا. حالا این که چگونه بهتر است یک چیز مشخص است. دنیا فنا شدنی است، آخرت بقاست. دنیا محل رنج و مهنت و مصیبت و غم و اندوه است، ولی اگر الله بخواه انسان اعمال شایسته و صالح داشته باشه، آخرت محل سکونت و آرامش و استراحت و راحتی و جای سرور است. در دنیا انسان به هر خواسته اش رسیده نمیتواند، ولی در جهان آخرت قرآن میگه کاملا برعکسی است. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چی دلتان بخواه، هر چی اشتها بکنید در میدان محشر و در قیامت در بهشت، یعنی هدف قرآن است، برای شما به خدمت شما است. در دنیا خیلی از چیزایی است که انسان تلاش میکنه به اون نمیرسه، ولی در جهان آخرت انسان با هر آرزو هر خواسته که داشته باشه، اگر عمل صالح داشته باشه، انسان مؤمن واقعی باشه، میرسه. و دومی که قرآن میگه آخرت باقی است. باقی به این معنا یعنی همیشه هست، جاودانه هست، هیچ زمان از بین نمیره، متلاشی نمیشه، مثل جهان هستی باری به اصطلاح زلزله و فنا شدن و در هم و برهم شدن نداره. به اون لحاظ است که پس یک دنیای باقی بر یک دنیای فنا شدنی قابلا ترجیح و برتری داره. دقیقاً. و پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم در روایت می‌بینه که برای صحابه میگه که شما برای جهان تلاش بکنید که او همیشه هست، به او باقی هست. به دنیا اگر به هر سطحی که انسان زندگی بکنه، به هر حالتی که باشه در دنیا، فقیرم باشه میمیره، تاجرم باشه میمیره، عالمم باشه میمیره. به یادتان باشه که به هر سطحی هم از زندگی در دنیا باشه، انسان قانع نمیشه، یعنی راضی نمیشه به زندگی دنیا که بگه 100% نمی زندگی است و ما راضی هستیم به همین زندگی، دیگه تلاش نیاز به تلاش نیست. نخیر، بلکه اگر به هر سطحی از علم و دانش انسان برسه، به هر سطحی از ثروت اقتصاد برسه و هر سطحی و سطوحی از قدرت برسه، انسان قانع نمیشه. بازم میبینی که یک چیزی گم شده داره، یا در تزلزل قرار داره، یا دنبال جستجوی دیگه چیز است. اگر یک خواستهش برآورده بشه، خواسته های دیگری میبینی مطرح میشه. یک آرزویش برآورده بشه، آرزوهای دیگری مطرح میشه. از یک مصیبت خلاص بشه، با مصیبتی دیگری گرفتار میشه. این قانون دنیا همیست. به اون لحاظ قرآن میگه که والآخرة خیر و ابقا، آخرت هم بهتر است و هم جاودانه هست، برای همیشه است. فکر نکنم هیچ انسان عاقلی یک آخرت جاودانه رو با یک دنیای زودگذر معامله بکنه، اگر کسی واقعا عاقل باشه. گرچه دنیا سختی داره، رنج داره، مهنت داره، زحمت داره، مصیبت داره، انسان باید تحمل داشته باشه، حوصله داشته باشه، صبر داشته باشه، تلاش بکند انسان، چون همون آخرت هم مزرعه دنیاست. یعنی کشتی است که در دنیا شما کش کردیم، امروز در آخرت حاصلش به دست میآورید. بنابراین عزیزان من، نباید انسان عاقل آخرت جاودانه و همیشگیش فراموش بکنه. و شما در کلمات قرآنی ببینید، همیشه وقتی که بحث بهشت و جهنم مطرح میشه، قرآن میگه خالدین فیها ابدا، برای همیشه انسان ها در اونجا وجود دارن، برای همیشه اهل جهنم در جهنمن و اهل بهشت در بهشت هستن. پس نشود خدای ناکرده با این دنیای زودگذر و با این عمر کوتاهی 50 سال 60 سال ما فریب بخوریم، دنبال قدم های شیطان براییم و دنبال کارهای نامشروع براییم، که از او آخرتی جاودانه که برای همیشه باقی است و خود خداوند میگه که او بهتر است. و علت برتری و بهتریش هم است که خیلی تفاوت هایی داره. مثلا تفاوت شما ببینید، در دنیا انسان پیر میشه، ضعیف میشه، عاجز میشه، ولی در آخرت همیشه به یک حالت باقی میمونه. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میگه انسان ها در آخرت و سن یا به اصطلاح به عمر جوانی برمیگردن و همیشه به اون حالت هست، چون در اونجا دیگه زمان توقف از برای اونها نمیگذره که هر روز مثلا شما به شکل سال و ماه و اینا محاسبه بکنید. دوم ای که مثلا در دنیا شما به همه خواستهایید نمیرسید، ولی در بهشت اگر الله نصیب بکنه آنچه بخواهید به اون میرسید. سومش است که در دنیا رنج و مصیبت و مهنت، ولی در اونجا نیست چیزی. قرآن میگه و نزعنا ما فی صدورهم من غل، حتی از اهل بهشت وقتی وارد بهشت میشن در دلشان به اندازه یک دانه کنجد یا گندم هم چیزی به اسم غل و غش و خیانت و کینه و بغض و عداوت و دشمنی نمیمانه. زمانی که یک قلب صاف باشه، پاک باشه، درش هیچ چیزی وجود نداشته باشه، دیگه رنج و مهنت هم کم میشه. اکثریت غمها و مصیبت هایی که امروز ما با او دوچاریم چیزهایی است که در دل ما جا داره. نسبت به کسی کینه هست، نسبت به کسی بدگمانی هست، نسبت به کسی بغض است، دشمنی هست، دروغ است، خیانت است. هر گناهی امنیت انسان و آرامش انسان از انسان میگیره، انسان در تزلزل قرار میده، روح و روان انسان رو ناآرام میکنه. بنابراین به اون لحاظ در بهشت این مسائل مطرح نیست. انسان همیشه آرامش داره، هرچی بخواه به اون میرسه. به اصطلاح عمرش جوان است، هیچ وقتی پیر نمیشه، هیچ وقتی ذلیل نمیشه و هیچ وقت مرگ برای انسان در اونجا نیست و هیچ چیزی بسیار مهم نیست. یکی از جمله تفاوت‌های دنیا با آخرت همیست. در دنیا انسان به هر حالت باشی مرگ به سراغت میاد. وزیر باشی، وکیل باشی، پادشاه باشی، عالم باشی، تاجر باشی، سیاه باشی، سفید باشی، زن باشی، مرد باشی، فقیر باشی، حاکم باشی، محکوم باشی، ظالم باشی، روزی مرگ به سراغت میاد. چرا قرآن میگه اینما تکونی یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده؟ در هر جایی باشید مرگ به سراغ شما میاد، ولو اگر در برج‌های بسیار مستحکم، قوی، به هر سطحی هم از سطوح زندگی باشید. حتی انبیا علیه السلام مرگ به سراغ اونها آمد. اما در آخرت وقتی که انسان اهل بهشت به بهشت میرن، اهل جهنم به جهنم میرن، دیگه مرگ از بین میره. چیزی به اسم مرگ و میر وجود نداره، چیزی به اسم اشیای اذیت کننده در بهشت وجود نداره، پیر شدن نیست، دیگه رنج و مهنت و غم نیست. بنابراین این تفاوت‌هایی است در بین دنیا با آخرت است. آخرت همیشه جاودان است، آخرت بهتر است. یعنی شما تصور بکنید خود الله شهادت میده، میگه که بندگان من آخرت بهتر است نسبت به دنیا. ولی این به این معنام نیست. یک نکته قابل تذکر است که وقتی آخرت بهتر است نسبت به دنیا، دیگه ما در دنیا باید تلاش نکنیم، زحمت نکشیم، به اصطلاح زندگی نکنیم. نه خیر، بلکه خداوند این جهان هستی را هم آفریده برای زندگی کردن. انسان مؤمن حق داره خوب بخورد، خوب بپوشد، خوب زندگی کند، صاحب خانه خوب باشه، صاحب موتر خوب باشه، صاحب لباس خوب باشه، صاحب ظروف خوب باشه، ولی به شرطی که از طریق حلال، از کسب زحمت خودش، درآمد خودش باشه. حق فقیر و مسکین و یتیم و بیچاره و مستضعف و در بدر و خاک به سر نباشه. ولا تنس نصیبک من الدنیا، حق و حصه‌تان از دنیا فراموش نکنید. و میبینید شما که اسلام چقدر این تعادل حفظ کرده. تا زمانی که انسان در دنیا حیات داره باید دنیای زیبا داشته باشه و بخواه که دنیایش خوب باشه. به زمانی که برمیگرده به عالم آخرت هم باید به فکر آخرت در دنیا باشه که در اونجا هم حساب است و کتاب است و به اصطلاح جاودانه بودن است و بهشت است و جهنم است. کدام یکش انتخاب میکنه؟ شما تصور بکنید الله ما رو سر دوتا راه قرار داده. گفته این راه راست است، نهایتش بهشت است، و این راه چپ است، نهایتش جهنم است. حالا اختیار به دست خودتون. فقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ان اعتدنا للظالمین نارا. بگو این دوتا راه حقیقته، یکی اسلام است که راه کفر است. نتیجه راه اسلام بهشت است و نتیجه راه کفر جهنم است. هر کسی میخواه هر کدامش انتخاب بکنه، اختیار به دست خود شما. بنابراین نباید انسان نه دنیایش فراموش بکنه نه آخرتش فراموش بکنه. هم برای دنیایش تلاش بکنه، هم برای آخرت جاودانش. اما به فکر و ذهن انسان باید بیشتر توجهش به طرف آخرت جاودانه باشه. دنیا باقی نیست.